به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. جنرال دوستم از باشندگان جوزجان خواست در برابر طالبان بیستند. روز گذشته شمار از نمایندگان جوزجان اما گفتند که در حمله اخیر طالبان در این ولایت 33 سرباز ارتش جان باختند. در پی حمله سه‌شنبه شب طالبان بر یک بازگاه ارتش در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان، جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری به این ولسوالی رفت. کاروان موترهای جنرال دوستم در نزدیکی دروازه ورودی ولسوالی آقچه از سوی طالبان آماج قرار گرفتند. جنرال دوستم در دیدار با شمار از باشندگان ولسوالی آقچه از آنان خواست که در برابر طالبان بیستند. کمر را بسته کنید، بالا حصار را بلد استید و خانه به خانه منجیکک را بشناسید و کوچه به کوچه جنگلک را هم. ما در پهلوی سربازان خود استاد می شویم. استاد شده ایم، حرکت می کنیم به سوی فاریاب، حرکت می کنیم به سوی سرپل. در سه ماه آثارشان را نمی گذاریم. سه‌شنبه شب طالبان بر یک بازگاه ارتش در روستای بالاحصار ولسوالی آقچه ولایت جوزجان حمله کردند که در نتیجه این حمله 22 تن از نیروهای دولتی جان باختند و شمار نیز زخم برداشتند. امرالدین دانشجو یک عضو شورای ولایت جوزجان میگوید که از یک هفته بدین سو است که ولسوالی مرادیان و ولایت جوزجان در محاصره طالبان قرار دارد و ولسوالی های آقچه، فیض آباد، قرقین، منجیکی و خانقا نیز در تهدید بلند امنیتی قرار دارد. او در این باره اظهار داشت: وضعیت بسیار نگران کننده است، به ویژه در ولسوالی مرادیان. در این اواخر تقریبا 15 روز می شود که نیروهای امنیتی تحت محاصره قرار دارند و اگر نیروهای کمکی در این ولسوالی فرستاده نشوند، یک فاجعه انسانی رخ خواهد داد. اما جنرال دوستم می گوید که نگرانی باشندگان جوزجان را درک می کند و به همین دلیل به آقچه سفر کرده است. نگرانی شما را واقعا خوب درک می کنم. در روزهای پسین فعالیت‌های طالبان در 6 ولسوالی ولایت جوزجان افزایش یافتند. به تازگی طالبان بخشای از جاده‌ای را که ولسوالی آقچه را به شاهراه بلخ جوزجان پیوند می‌دهد، انفجار دادند. عبدالمعروف آذر سخنگوی والی جوزجان نیز درگیری‌ها را در این ولایت تایید می‌کند. طی 3 روز گذشته جنگ و درگیری‌ها در ولسوالی‌های مرادیان، آقچه، فیض‌آباد، خانقا، منجیک و ولسوالی در زاب شدیداً جریان داشت که در نتیجه این جنگ و درگیری ها 25 تن از مخالفان مسلح کشته و 15 تن آنان شدیداً زخم برداشتند. منابع به طلوع نیوز میگویند که 5 تن از نیروهای ارتش در بالاحصار ولسوالی آقچه ولایت جوزجان به طالبان پیوستند، اما با تلاش زیاد دیدگاه مسئولان ارتش در شمال کشور را در این باره به دست آوردن نتوانستیم. استقبال مشروط دکتر عبدالله عبدالله از مبادله زندانیان با طالبان. منبع خبر طلوع نیوز. طالبان در بدل رهایی استادان دانشگاه آمریکایی، خواهان رهایی شمار از فرماندهان نظامی و والیان این گروه شدند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که اگر مبادله زندانیان با طالبان افغانستان را به صلح برساند، درباره رهایی این زندانیان باید کار شود. آقای دکتر عبدالله عبدالله تاکید می‌ورزد که مبادله این زندانیان در صورت به سود کشور خواهد بود که بتواند افغانستان را به صلح برساند. اشاره رئیس اجرایه به مبادله دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان که نزد طالبان است با 80 تن از زندانیان گروه طالبان و شبکه اقانی که در زندان حکومت افغانستان است میباشد. دکتر عبدالله عبدالله در این باره گفت: وقتی که ما می خواهیم به صلح برسیم، آرزوی ما این است که یک روز ما هیچ زندانی سیاسی نداشته باشیم و اگر ما بندی هایی داریم و به نزد طرف مقابل ما است و بندی های در اینجا هستند، در مورد رهاییشان کار صورت بگیرد و این کار البته ما را کمک می کند به رسیدن به صلح در کشور. دو منبع نزدیک به طالبان در کابل میگویند که طالبان در برابر رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی، خواهان رهایی انس اقانی، برادر رهبر شبکه اقانی رشید عمری، برادر نبی عمری از اعضای دفتر طالبان در قطر و برخی از فرماندهان نظامی و والیان این گروه که در حدود 80 تن میشوند شدند. وحید مجدع فعال سیاسی در این باره گفت: در لستی که طالبان به آقای خلیلزاد سپردند، در آن افراد مویب طالبانند.
در کنار آقای عبدالرشید عمری و انس اقانی فرماندهان سابق طالبان و والیان سابق طالبان نیز هستند. کوین کینگ شهروند استرالیا و تیموتی ویکس شهروند امریکا دو تن از استادان دانشگاه امریکایی افغانستان بودند که در سال 2016 از سوی تفنگداران در کابل ربوده شدند. از سوی هم اتحادیه حقوقدانان می گویند که باید فرمان رهایی زندانیان طالبان و دیگر گروه ها از زندان افغانستان از سوی رئیس جمهور صادر شود. وحید فرزایی عضو شورای رهبر اتحادیه حقوقدانان بیان داشت اگر در افغانستان یک تعداد اسیران و یا زندانیان طالبان و یا دایشیان را میخواهند آزاد بسازند باید رئیس جمهور این زندانیان را که محکومیتشان قطعی شده است و فیصله محاکم سیگانه بالایشان صادر شده باشد مورد عفو قرار بدهد و سپس از زندان آزاد بسازند زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دو هفته اخیر دو بار به افغانستان سفر کرد. حکومت افغانستان گفته است که سفر نخست آقای خلیلزاد درباره چگونگی رهایی استادان دانشگاه امریکایی بوده است. منابع در کاخ ریاست جمهوری افغانستان میپذیرند که رئیس جمهور غنی روز گذشته نیز با زلمه خلیلزاد دیداری داشته است. اما ریاست جمهوری به دادن اطلاعات درباره این دیدار حاضر نشد. کمیسیون انتخابات شرکت در ملوک گزارش کامل از تصفیه آرا ارائه نکرده است. شرکت در ملوک از میان بیش از 1,900,000 رای تنها بیش از 47,000 رای را به بررسی گرفته است و نتیجه آن را به کمیسیون انتخابات فرستاده است. کمیسیون مستقل انتخابات هرچند می گوید شرکت در ملوک بر روز پنج شنبه 9 عقرب گزارش کامل را درباره شمار آرای محل هایی که بازشماری خواهند شد به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است. اما هنوز هم یک گزارش کامل از تصفیه آرای دستگاه های شناخت بایومتریک به این نهاد ارائه نکرده است. این نهاد می گوید که شرکت در ملوک تنها در پیوند با عکس های تکراری و عکس های رای دهندگان خردسال در 47,500 رای گزارشی را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است و قرار است که گزارش دیگری در باره آرای تکراری و نشان های انگشت تکراری نیز از سوی این شرکت فرستاده شود. محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت 47,500 رای QR کد های مربوط عکس تکراری، عکس از روی عکس، عکس خردسالان و عکس هایی که میاری گرفتن نشده بودند می باشد. متباقی موضوعات خارج زمان و نشان انگشت تکراری است که آن هم بدون شک اگر فرستاده شوند بیشتر می شود و ما امیدواریم که این کار به زمانی که برای اعلام نتایج تعیین کرده ایم تاثیر نگذارد. ناظران دسته های انتخاباتی درباره توانایی های شرکت در ملوک در کار تصفیه آرا به اعتماد هستند و می گویند که احتمال دارد تأخیر در بررسی آرای اعلام نتایج ابتدایی را دوبار با تأخیر روبرو بسازد. داوود سلطانزوی ناظر دسته انتخاباتی دولت ساز اظهار داشت تمام موضوعات تقویم به ما تشویش بر انگیز است و هر قدر که تأخیر شود تشویش ها بیشتر می شود و زمینه ها را برای هر گونه توطئه فراهم می سازند. شیراقا روحانی ناظر دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار نیز افزود. معلوم می شود که شرکت به وعده و قراردادی که با دولت داشته است درست عمل نکرده است. و در ضمن شک و گمان هایی که از طرف تکت های انتخاباتی در مورد شرکت در ملوک وجود داشت روز به روز افزایش می یابد. این در حالی است که اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری در حدود یک ماه به تعویق افتاده است. دوستان عزیز این بود ویدیوی امروزی ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این کانال می باشیم. لطفاً نظریات خوب، نیک و مثبتتان را برای ما در کامنت بنویسید تا در آینده ما بتوانیم برایتان ویدیوهای خوبتر و بهتر را آماده سازیم. سپاس از این که با ما بوده تا ویدیوی دیگر الله یار و مددگار همه ایتان.